از وقتی دویز آلم بلگستی یا همون داب به قول دوستانی که جدیدن داب رو مد کردن در ترکیه، ترک ها خیلی عادت دارن که همه چیز رو مخفف بیان بکنن و ایرانی های ما هم دیگه به دویز آلم بلگستی میگن داب. داب یا دویز آلم بلگستی از وقتی که الزامی شده برای خرید ملک ها، اون اوائل بهتون گفتیم که این موضوع مربوط به خرید ملکه، نه موضوع اقامت یا شهروندی که بگیم آیا برای شهروندی ها الزامی هست یا فقط در واقع برای اقامت ها الزامی هست یا برای هر دو. خب وقتی خرید ملک میخواد اتفاق بیفته و خریدار وقتی خارجی هست، دویز آلم بلگستی باید گرفته بشه. خب این نکته ای هستش که قبلا بهتون گفته بودیم. اما با بروز تغییرات قانونی جدید، اینکه گفتن که حداقل قیمتی باید وجود داشته باشه برای کسایی که اقامت از طریق خرید ملک میگیرن، گاهن سوال میکنید که آیا دویز آلم بلگستی برای ما الزامی جزء مدارک اقامتی هست؟ خب نه، جزء مدارک اقامتی نیست، ولی خب چون خرید ملک دارید میکنید و خریدار خارجی هستید، طبیعتاً دویز آلم بلگستی باید بگیرید. و یکی دیگه از سوالاتی که میپرسید و این ویدیو در مورد اون ساخته شده این هستش که اگر ما دویز آلم بلگستی بگیریم، مثلا میخوایم ملکی رو از بین دو تا همسر جابجا بکنیم، از اسم شوهر بذاریم به اسم خانم، دویز آلم بلگستی لازمه؟ بله لازمه، چون که خریدار باز خارجی هست. اما چطور این رو دریافت بکنیم؟ باید مراجعه بکنید به بانک، همون مقداری که روی تاپو مشخص میکنید اون مقدار از دلار، یورو یا پوند چنج بکنید و دویز آلم بلگستی رو بگیرید. ولی دیگه لازم نیست بین خودتون نقل و انتقال ارز انجام بدید، چون وقتی که هدف اقامتی هست، دکونت ها یا فیش های واریزی رو از شما نمیخوان برای گرفتن اقامت. اما برای شهروندی چون دکونت لازمه، حتما باید ترانسفر انجام بشه، حتی اگر خرید و فروش سوری هم باشه. بنابراین برای کسانی که با هدف اقامت خرید ملک انجام میدن، حتما گرفتن دویز آلم بلگستی لازم هست، اما انجام ترانسفر لازم نیست. به اون میزانی که عدد روی تاپو هست، یعنی خرید ملک قیمت رسمیش هر میزانی که هست، همون مقدار باید دلار، یورو یا پوند تو حسابتون بذارید، چنج بکنید به لیر، دویز آلم بلگستی رو بگیرید، بعد حالا پولتون رو بردارید یا دوباره برگردونید به دلار، به صاحبش بدید اگر مال خودتون هست تو حسابتون نگه دارید، ولی دویز آلم بلگستی رو باید بگیرید و ترانسفر کردن پول اونجا دیگه الزامی نیست. اگر لازمه و خونه رو واقعا دارید می‌خرید، خب ترانسفر بکنید. اگر لازم نیست، بین خودتون دارید این کار رو انجام میدید، نمیخواد اصلا ترانسفر انجام بدید، فقط گرفتن دویز آلم بلگستی کافیه. خیلی متشکرم که این ویدیو رو با من دنبال کردید. مثل همیشه ویدیوهای ما رو برای دوستانتون شیر بکنید، از لایک ها و پرسیدن سوالاتتون در کامنت ها ما رو بی نصیب نکنید. روزتون عالی. گلوبال کادرو